سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. در آموزش‌های گذشته من روش‌های کسب درآمد رو به شما یاد دادم، مخصوصاً سیستم‌های افیلیت مارکتینگ. برای اون عده دوستانی که به دنبال کسب درآمد هستن در اینترنت، راه‌های مختلفی رو آموزش دادم، مخصوصاً میگم روش‌های افیلیت مارکتینگ، به خاطر اینکه نیاز به هیچ سرمایه‌ای نداره و شما عملاً با سرمایه بقیه میتونید کسب درآمد داشته باشید. آموزش امروز ما هم در مورد افیلیت مارکتینگ هست، اما برای سیستمی در داخل ایران که شما میتونید با فروش در سیستم افیلیت مارکتینگ ایرانی درآمد ریالی به دست بیارید. آموزش‌های گذشته رو حتما ببینید. روش‌های کسب درآمدی که بهتون یاد دادم روش‌هایی بوده بر اساس کسب درآمدها، مثل نظرسنجی، مثل افیلیت مارکتینگ، مثل دانلود موزیک یا چیزهای دیگه. حتی روش های انتشار ویدیوهای آموزشی که میشه از طریقشون کسب درآمد داشت رو هم من در آموزش های گذشته به شما یاد دادم که میتونید اینها رو ببینید. بریم سراغ آموزش امروز. امروز میخوام در مورد سایت دیجیکالا با شما صحبت بکنم، فروشگاه اینترنتی که شما از طریق اون میتونید کسب درآمد داشته باشید. تقریبا هولوش 13 سال میشه که دیجیکالا در ایران کار خودش انجام داده. از سال 86 به این سمت که یه جشنواره بود، جشنواره رسانه‌های دیجیتال و فروشگاه‌های اینترنتی، زمزمه راه اندازی سیستمی به اسم دیجیکالا به شدت زیاد شد و بعد هم دیگه عملاً به صورت یه فروشگاه مطرح در ایران در اومد که تقریباً بازدید کننده و فروش خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین مسائلی که در دیجیکالا هست امکان انتخاب یک محصول از فروشنده‌های مختلفه. یعنی شما میتونید به راحتی از طریق یه محصولی که میخواید پیدا بکنید، این محصول رو فروشنده‌های مختلفش رو ببینید و با قیمت‌های مختلف آشنا بشید. یکی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم اینه که باعث میشه گرونی توی مملکت ما واقعا شدت پیدا بکنه. کما اینکه در زمانی که نرخ پراید توی ایران به عنوان مثال شده بود 40 میلیون تومان، این نرخ زده بود مثلا هولوش 52 میلیون تومان، یعنی 12 میلیون تومان یا مثلا 8 میلیون تومان گرونتر از بازار، که وقتی بهش انتقادات زیاد شد توی روزنامه ها، مثل روزنامه شرق، سایر روزنامه ها، اومد تمام بخش ماشین رو به صورت کلی قیمت ها رو زد ناموجود. یا حتی قبل ترش انتقاداتی شد بهش در مورد افزایش نرخ موبایل، که چرا سیم کارت ها، چرا گوشی هایی که داری معرفی میکنی قیمتش از بازار گرونتره. دوباره به جای اینکه مثلا مسئله رو حلش بکنه، اومد سریع تمام گوشی های موبایل رو زد ناموجود. خب این مسائل و مشکلات هست. ممکنه شما همین جنسی که الان داری اینجا میبینی توی بازار بتونی قیمت ارزون ترش رو پیدا بکنی، اما اینها همه فروشنده ها هستن که اعلام قیمت میکنن و یه درصدی رو خود دیجیکالا برمیداره برای خودش و تقریبا هول و هوش اینجوری که من شنیدم تا 20% تقریبا افزایش قیمت رو هر کالا اعمال میکنه دیجیکالا. یعنی شما یه جنس رو میخواد بفروشید 100,000 تومان، از این 100,000 تومان 20%ش مربوط میشه به دیجیکالا. حالا امروز در مورد افیلیت مارکتینگ نیست، امروز به کل در مورد سیستم اینه که شما خودت بیا اینجا فروشندگی انجام بدی. یعنی شما یه جنسی رو توی ایران داری تولید میکنی، یه تابلو نقاشی خیلی قشنگ، یه کیف چرم، یه مثلا نمیدونم جنس الکترونیکی داری توزیع میکنی، میفروشی، همون جنس رو شما میتونی به راحتی بیای اینجا و تبلیغش رو بذاری و شروع کنی به فروختن. به وسعت تمام ایران دیگه شما میتونی جنست رو بفروشی در هر زمینه. حتی شما اگر سوپرمارکت داشته باشی میتونی اونجا وارد شی و تمام کالاهات رو وارد بکنی و بعد در عوض اینها رو به فروش برسونی. خب روال ثبت نام توی این سیستم خیلی ساده است. یعنی شما میتونید به راحتی از طریق سیستم دیجیکالا میتونید اینجا با دیجیکالا فروش در دیجیکالا رو انتخاب بکنید و از طریق این سیستم فروش خودتون رو انجام بدید. خب به شما مطمئنا نوتیفیکیشن یا چیزی میفرسته، میگه آقا این جنست فروخته شده، بیا سری جاش رو مثلا جنست رو تامین کن و بفرست برای خریدار. تسویه با شما انجام میده. این روال تسویه تقریبا تا یک ماه و نیم زمان میبره. یعنی تا جنس رو تامین بکنی، جنس رو بفرستی برای مشتری، مشتری تاییدیه وصول کالا رو بده، جنست مشکل دار نباشه، سیستم حقوقی، سیستم مالی دیجیکالا اون رو تایید بکنه، تقریبا یک ماه و نیم تا دو ماه زمان میبره تا شما جنسی که الان میخوای بفروشی مثلا 100,000 تومان، دو ماه دیگه تازه پولت
دستت میرسه. خب البته این از نقاط ضعف این سیستمه، اما خب طبق ادعای خودشون میگن آقا تصفیه رو ما سریع انجام میدیم، اما خلاف اینه. من دوستانی رو میشناسم که این کار رو دارن انجام میدن و دقیقا وقتی ازشون میپرسم میگن یک ماه و نیم زمان میبره که ما پولمون دستمون برسه. اما به عنوان یک کسی که پول داشته باشه کناره و بخواد فروشندگی تو این سایت انجام بده و خودش رو قلتک بندازه برای فروش، شما تقریبا 2 ماه زمان میبره تا به پول اصلیت برسید. پس اگر سرمایه شما مثلا هست 400 هزار تومان به عنوان مثلا یا 4 میلیون تومان، 2 میلیون تومانش رو بنداز توی کار، از الان تا 2 ماه دیگه مثلا 2 میلیون فروختی، 2 ماه بعد تازه 2 میلیونت برمیگرده، دوباره این 2 ماه الباقی 4 میلیون تومانت رفته تو بازار، دوباره این پروسه همچنان ادامه داره. خب توی این وبسایت بعد از اینکه وارد قسمت فروشندگان شدید، اینجا نوشته ثبت نام، گزینه ثبت نام رو میزنید، فرم ثبت نام رو پر میکنید و میشید فروشنده. مطابق مدارکتون رو بفرستید. یادتون باشه شما کالاهای غیر ایرانی رو نمیتونید توی این بفروشید، یعنی کالاهایی که مثلا غیر مجاز باشن یا ممنوع باشه یا وارداتش ممنوعه توی ایران. مثلا ببینید شما پوشاک رو مطمئنن خودتون میدونید برای وارد کردنش به ایران دچار اشکال هست، یعنی شما نمیتونید از سایت‌های خارجی مثلا بیای یه پوشاکی رو بخری و توی این سایت بخواید بفروشی، کما اینکه شما همون جنس رو میتونید از جنس ایرانی برداری و بفروشی. کالاهای قاچاق، اسلحه یا خیلی از چیزهای دیگه هم به هیچ عنوان توی این سیستم قابل فروش نیستن. بعد از اینکه شما وارد این سیستم شدی، مدارک تو باید بفرستی. مدارک چیه؟ کارت ملیت، آدرس ایمیلت، تلفن ثابتت، تلفن موبایلت، اینها رو میزنی و ببینید اینجا نوشته وضعیت در حال بررسی، یعنی شما مدارک رو بفرستی، اینجا برای شما میزنه که آقا شما مدارک در حال بررسیه. و بعد از اینکه شما مدارک تایید شد، باید بیاید و آموزش بگذرونید. اگر در تهران باشید تشریف میبرید دفتر دیجیکالا طبق همون زمانبندی که به شما اعلام میکنه، اما اگر در شهرستان باشید و میخواید فروشندگی در دیجیکالا رو انجام بدید، میتونید توی دوره‌های آنلاینی که دیجیکالا برگزار میکنه شرکت بکنید، سرتیفیکیتتون رو میگیرید و شروع میکنید به کار و بعد از اون هم اکانتتون اکتیو میشه. شما میتونید توی این وبسایت محصولات خودتون اضافه بکنید، هر چی محصول فروخته بشه، هر چی محصولی باشه که مثلا نقص داشته باشه یا مثلا مشتری رضایت نداشته باشه رو شما میتونید ببینید. همه اینها توی این سیستم قابل مشاهده است. یه مدت زمانی هم بعد از اینکه شما کارتون پیش رفت، دیگه به جایی میرسید که اگر نخواهید فروشندگی توی این وبسایت انجام بدید، خود دیجیکالا بهتون زنگ میزنه میگه فلان جنس رو برای ما تامین کن بفرست، ما میخوایم اینو بفروشیم و پولش رو هم به شما تقریبا چک پرداخت میکنن. من دوستانی رو دارم توی تهران که موبایل به این شرکت میفروشن، ولی چک هایی که در اختیارشون قرار میگه چک هایی است مربوط به 45 روز آینده، یعنی برای فروش اون کالا هم درصد خیلی خوبی رو دارن میکشن روی گوشی و همین که چک که پرداخت میکنن برای 45 روز دیگه است. حالا من نمیخوام بگم کارشون بده یا کارشون خوبه، کما اینکه دوستان زیادی رو من میشناسم این سیستم رو دارن استفاده میکنن و خب دارن سود میبرن. پس شما هم میتونید اینجا این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه شما سیستمتون اکانتتون اکتیو شد، میتونید اینجا محصولات رو ببینید، مدیریت محصولات میتونید داشته باشید، سفارش هایی که تایید شده هست یعنی پولش رو مشتری پرداخت کرده رو اینجا میتونید ببینید، گزارش کار میتونید داشته باشید، یا میتونید اینجا مثلا بیاید و اگر کالای غیر ایرانی فروخته باشید جریمتون کرده 10% اون مبلغ توی قسمت هزینه ها و جرایم قابل مشاهده است. اگر جنسی رو فروخته باشید دوباره همینجا برای شما اعلام کرده و گفته که به چه شکلی شما میتونید این کار رو انجام بدید و بفرستید. این پایین هم که میدید یه علامت سواله که میتونید اینجا تمام قسمت ها رو به صورت یه دونه تور آنلاین براتون میچرخونه و بهتون میگه، مثلا میگه اینجا یوزرته، این چه کارهایی رو انجام میدی یا هر چیز دیگری که شما توی این سیستم بخواید پیگیری بکنید به همین شکل برای شما قابل مشاهده است. که حالا من دکمه خروجیشو میذارم. در هر صورت سیستم فروش این سیستم دیجیکالا یه سیستم ایرانیه که با توجه به اینکه مدت زمان تقریبا 13-14 سال داره کار میکنه، اما خب نقاط ضعف خودشو داره، کما اینکه شما الان توی علی اکسپرس بخواید افیلیت کار بکنید، میدونید که تا پولتون رو دستتون برسه تقریبا هولوش 1 ماه زمان میبره تا روال اداریش طی بشه، جنس برگشت نخوره، مشتری رضایت داشته باشه، کالا ناقص نباشه، جنستون رو شما فرستاده باشید یا هر چیز دیگری. به صورت لحظه‌ای شما اینجا گزارش می‌بینید و می‌بینید که مثلا جنس شما چه تعدادی رو فروختی، چه تعدادی تحویل شده، چه تعدادی در حال تحویل به مشتری، یا چه تعدادی مشتری نظر و فیدبکش رو اعلام کرده نظرش منفی بوده یا عودت شده کالا. همه اینها به صورت کامل توی این سیستم
برای شما قابل مشاهده است. اما قسمت دیگری که اینجا لازم بهتون بگم، یه قسمتی داره به اسم راهنما که همه بخش‌هاش رو به صورت کامل در اختیارتون قرار می‌ذاره. حتی شما برای قیمت‌گذاری کالاتون اینجا بهتون راهنمایی می‌کنه، میگه شما مثلا اگر خواستید یه جنسی رو بفروشید، پیشنهاد ما اینه که شما اول بیا بررسی قیمتی انجام بده، همون جنس تو بین فروشندگان مختلفی که توی دیجیکالا قرار گرفتن، مثلا از یک نوع گوشی موبایل با یه برند خاص چه تعداد افراد هستن دارن می‌فروشن، شما برو همین قیمت‌ها رو بذار سورتش کن، ببین کدوم قیمت مناسب‌تره و قیمت محصول خودت آیا ارزش داره به اون مبلغ بفروشی یا نه. همه اینها رو اینجا برای شما اعلام کرده. و بعد از اینم که گفتم مدارکتون تایید شد، به شما ایمیل میزنن و حتی تلفن میزنن، میگن که فلان روز برای جلسه یا برای مثلا آموزش باید تشریف داشته باشی تا بشه به شما این رو آموزش داد. خب من نمیخوام این رو زیاد طولانی بکنم چون سیستمش فوق العاده ساده است. حتما حتما من لینک ورود مستقیم به صفحه فروشندگان رو براتون میذارم، چون دوستان زیادی هستن که توی ایران دارن ویدیوها رو پیگیری میکنن و این ویدیو توی کانال های تلگرام یا جاهای دیگه داره منتشر میشه توسط دوستان. این آموزشی دادم که بدونید راه فروش توی ایران هم وجود داره به عنوان یکی از وبسایت‌های موفقی که توی ایران هست. حالا چه بخوایم چه نخوایم میشه گفت موفق، چون به عنوان یکی از فروشندگان برتر ایران، البته بامیلو هم بود که بنا به دلایل مختلف حالا یه چند قدم عقب‌تر رسیده، اما الان دیجی کالا به عنوان جزء سایت هایی که زیر 10 رقم ایران هستن لحاظ رتبه الکسا و بازدیدشون، میتونه منشأ خوبی باشه برای کسب درآمد برای دوستانی که در داخل ایران دارن زندگی میکنن. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. لینک وبسایت دیجی کالا و قسمت سلر یا ثبت نامش رو براتون میذارم، ثبت نام بکنید و فروشتون رو شروع بکنید. گفتم هیچ محدودیتی در فروش کالاهاتون نیست، فقط کالاهاتون باید مجاز باشه و کالا خارجی نداشته باشید. من چند وقت پیش با یکی از این کاربران داشتم چت میکردم، ایشون تابلوهای طراحی کرده بود که واقعا زیبا بود. من به ایشون گفتم شما میتونید اینها رو بفروشی، اما خب الان اگر این ویدیو رو میبینید یا میبینند بهتون میگم شما هر کالایی که داشته باشید هنر خودتون باشه، به راحتی میتونید توی این وبسایت شروع کنید به فروشش و از محل فروشش هم درآمد خوبی رو به دست بیارید. زحمت کشیدید از اینکه تا این لحظه همراه من بودید در این ویدیو. لطفاً ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید، نظرتون رو به من بدید در مورد ویدیو و سایر ویدیوها رو هم حتماً از دست ندید. کانال رو حتماً سابسکرایب کنید، محمود بیز رو که در یوتیوب سرچ بکنید کانال من رو خواهید دید. لطفاً ببینید سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.